لیگ جهانی والیبال به ایستگاه نهم و دهم خود رسیده و در این دو ایستگاه تیم ملی کشورمان باید برابر لهستان سفارایی کند. بر اساس نتایجی که تاکنون به دست آمده، تیم کشورمان دوباره بخت صعود پیدا کرده و حالا به خصوص دو بازی آینده از اهمیت فوق‌العاده‌ای برایش برخوردار است. دو تا بازی مجلل لهستان خیلی حیاتیه. امیدوارم که اون دو تا بازی رو برنده بشیم تا اینکه بتونیم توی جدول جامونو خیلی مستحکم کنیم. من میخوام عنوان کنم که دو تا بازی سخت نداریم، چهار تا بازی سخت داریم، چون روسیه اگر شاید با موزسکی بیاد یه تیم متفاوت میشه. ولی نمیتوان کتمان کرد که اگر میخوایم دیدارمان با روسیه مهم بماند، نتیجه دیدار با لهستان مهم است. در واقع نتایجی که در این دو بازی پیش رو رقم خواهد خورد، حساسیت دیدار لهستان آمریکا و ایران روسیه را در هفته پایانی متفاوت خواهد کرد. اگر فرض کنیم با توجه به نتایج رقم خورده تا پیش از این آمریکا در هر دو بازی روسیه را ببرد، آن وقت دیدار ما با لهستان بسیار تعیین کننده خواهد بود. اگر تیم کشورمان از این دو بازی 6 امتیاز بردارد، جدول رده‌بندی مورد دلخواه ما چیده خواهد شد، چون آن وقت دیدار لهستان آمریکا در هفته پایانی نتایجش میتواند به سود ایران شود. اگر تیم کشورمان از این دو بازی 5 امتیاز برداشت کند، باز هم ابتکار عمل به دست ایران خواهد افتاد. تیم کشورمان در دو حالت هم میتواند 4 امتیاز بگیرد و 2 امتیاز بدهد. حالت اول با 2 پیروزی 3-2 است. حالت دوم هم با 1 برد 3-0 و 1 باخت 3-2 که در هر دو صورت ابتکار عمل به دست لهستان خواهد افتاد. ولی 1 برد 3 امتیازی و 1 باخت بدون امتیاز وان که ما را امیدوار نگه می‌دارد، اما کار را به شدت سخت می‌کند. بنابراین دیدار لهستان برای صعود از این گروه بسیار تعیین کننده است. در واقع تیم کشورمان باید کاری کند که لهستان مجبور شود از تیم ملی والیبال آمریکا امتیاز بگیرد. فکر می‌کنی لهستان چی نمی‌شد الان پیش بینی کرد؟ اگر از همین الان پیش بینی کنیم مطمئن باشیم بازنده این زمین خواهیم بود. ان شاءالله که بتونیم همین روند ادامه بدیم و خدا شکر شرایط بدنی بچه‌ام روز به روز داره بهتر میشه، به اون شرایط ایده‌آل داره برمیگرده. همین روند ادامه بدیم با حمایت همین تماشاگران، مطمئن باشین که امتیاز کامل میگیریم. لهستان قهرمان جهانه. My opinion it's not better for USA. به نظرم از امریکا بهتر نیست، ولی هیچ تیمی چیزی به ما نمیده. ما خودمون باید هر پوان هر امتیاز خودمون بگیریم. ما خیلی شانس زیادی داریم، ولی به شرطی که مثل امشب با والیبال بازی کنیم. و در واقع همه امیدوارند که تیم ایران همون بازی را که برابر آمریکا نمایش داد دوباره اجرا کند تا صعود محقق شود.